سلام و درود خدمت یک شما بینندگان تلویزیون ای‌دبلیو. امیدوارم در هر کجایی که هستین جور و صحتمند باشین. بیننده های گرامی، شما میتونید برنامه های کمک را از این پاس از چنل یوتیوب آرزو ادوکیشن بیننده باشین. سلام خدمت یکایکی از شما بیننده های عزیز، امیدوارم در هر گوشه و کناری از دنیا که هستید جور و صحتمند باشید. بیننده های عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگم در برنامه مهمان ما در خانه شما. خود شما مفهمید که در این برنامه ما غذا را پخته میکنم و مورم در مغاره که یک چشت یک فامیلی مغاره نشین مهمان خود میکنم. سه برادر ما از شهر اتریش که 8 فامیلی مهمان خود کرده و امروز هم قرمه کوفته و همراه برنج پخته میکنم و وقتی که پخته شد مرم در مغاره. قدم و خاله که در مغاره است یا مادری که در مغاره است قضو یک جای نان نوشیجان میکنیم که ما قدز و خاله مهمان سه برادر ما هستیم. یک نظر و خیرادی به خاطر کار خو گرفته که 8 فامیل مغاره نشینه 8 روز مهمان خود کرده. خداوند در کاری از سه برادر ما در کارش رونق بده، خدا اینا رو باز هم زیاد بده که اینا 8 فامیل مغاره نشین 8 روز مهمان خود کرده. خب بیننده های عزیز، آلی هم که امروز گفتم که قرمه کوفته همراه برنج پخته میکنم، یالی هم مواد های لازمه شی رو داشتم و میگم که در قرمه چی در کار است و در برنج و برنج که امو رقم برنج ساده عادی که کلگی در خانه خود پخته میکنم، من هم امو رقم برنج عادی پخته میکنم و یالی هم مواد هایی که در قوارمه کوفته در کار است مواد های لازمش را بلده شما مگم. خب این هم گوشت کوفته است که ما از بازار جور کرده آوردیم و این هم است بانجان که بانجان و این هم است پیاز که آرد رو زرد میکنم و بندی روغو و این هم است آرد یک کمک منی گوشت کوفته میندازم از خاطر که وقتی که او را کلیله میکنم باز تیت نشه و همچنان تخمم دمنی امی گوشت کوفته میندازم که وقتی که و را کلیله میکنم منه دکی میندازم یعنی تید نشه یا پاش نخورم کلیله بومنه و این هم مرج تازه است که مرج تازه میندازم و سیرم است که سیر میندازم و از خاطر رنگش یا مزهش روبم میندازم و نمک که در هر غذا نیاز است نمک میندازم و دیگه یعنی سیاه مرج هم میندازم منه دک که خوشمزه تر بیه و همچنان زردچوبه هم میندازم که زردچوبه از خاطر میندازم که یک رنگی رنگ قرمه مو خوب شه بیه خیلی دلکش بیه. این حالی هم روغو رو منه دیگه انداختیم پیاز رو ریزم کنم. شما مرا بیننده باشید. خب بیننده های عزیز، روغن از من بخی سرخ آمده او شده، این حالی پیازم ریزه کردیم. من پیاز دمنی روغن میندازم. حتی فشو
شورم بیدم که بخی. خب بیننده های عزیز، پیازم بخی زرد شده، عالی. هم نوبت بانجان رومی هسته که بانجان رومی رو میندازم. من بینده های عزیز بانجانم ریزه کدم، من دیگ انداختم، اینالی هم سیر و مرج تازه رو من دیگ میندازم. خب بینده های عزیز، تا که بانجان از ما خوب زرد میشه یا خوب آماده میشه برای لعاب شدن، من امی کفته که گفتم، امی تخمه قد یک کمک آرد منی از رو میندازم تا رو مشتیم که گرد برچه باز وقت کلوله کنم. شکم اگه نمکم پاش بدم من ازی که کم مزه دارتر بیه. میدم شور بدم که اگر مصروفی از ایش ها می دیگ من نسوزم. خب بنده های عزیز، آلی هم میره کلولم کنم که کفته یه دیگه.
مقصد کته و رزه میشه کلگیش ده یک اندازه نمیشه دیگه یکش کته میه یکش رزه میه خب بینده های عزیز کفترم من بغن بغن بگم یا کلیله بگم کدم و قاب دیگه رزگک بود در منیزی بش قاب کچه ترشتم من خب اینالی ای پیاز بانجان که منی دیگه بود بخی لعاب جور شده اینالی من من رو بمیندازم امی مرج و مسالش رو بگم دیگه اینالی نمک میندازم که نمخ و در غذا در کار است کلگی مفهومه سیامور جمع میندازم از خاطر که یک مزه خوبش بگیره و زردچوبه میندازم از خاطر رنگشی که یک رنگ خوب و یک رنگ دلکشی قوارمه کفته از ما از خود خود داشته باشه خب بینده های عزیز مرج و مسالش را من انداختیم اینالی را شور میدیم یک کمک یاوام در سر زشو بنم که زیرشی نگره هاو نداره خب بیننده های عزیز تا این مرحله را شما دیدید که من اول روغر در دیگ انداختم پیاز ریزه کدم انداختم پیاز که زرد شد بازم نوبت بانجان رومی رسید بانجان رومی هم که زرد شد بازم نوبت یعنی مرج و مسالشی رسید که او را من انداختم یالی هم نوبت کفته رسیده که کفته را من کلوله کلوله بگم بغن بغن بگم اینا خودون شما مینگرید امی رقمی کده مالی هم نوبت از این رسته که من موینی دیگ بیندازم تا که قاربه کفتی از مو پخته شوه خب بینده های عزیز کفترم من دیگه انداختم اینالی من لعاب شو امو لعابی که جور کدم کفترم من امزو انداختم اینالی هم یک او بلی شو میکنم مزیر میشینیم که تا کفته من او بوجو شو تخته شو خب بینده های عزیز کفته رو من دیگ انداختم اوام جوش بود اینالی منتظر میشینیم که تا که کفته ما بین یا جوش بخوره پخته شوه و یالی هم مرم که برینج بیندازم تا که کفته پخته شوه برینج از مرم آماده شوه پس ما رو تا آخری برنامه بینیده باشیم خب بینده های عزیز یالی هم نوبت برینج است که برینج من اوام جوش کده من یاو میندازم که پلاو دم کنم مقصد از اینکه او بال نمشه هم چکنم که برینجا یک در ریش منده خب بینده های عزیز آلی هم
منتظر هستیم که تاکی او خوب جوش کنه برینج دمنی هسته برینج هم رقمی نرم شوه که بازم اوش سوجی کنم باز نوبت روغن و نمک چیزایش میرسه. شما هم تا آخر برنامه بیننده باشین. خب بینده های عزیز اوی برینج سوجی کده مالم روغو رو بله گاز اشتیم که روغوم خیلی سرخم ده گازکم بخشتر کنم. اول نوبتی نمکه هسته که نمکه و داخل برینج بیندازم. نوبت نمکه هسته که نمکه ها بیندازم. خب نمکه ها انداختم اینال روغو ما اوشتم این روغو یک کمک یک دوبل پیازم زردونم از خاطر که بوی روغو گرفته شما. خب این را منتری پیاز بلگایش قبیش کت کتا میندازم دیگه از خاطر که بوی روغن گرفته شده و دبلی برینج هم برینج ما خوش بوی میه هم بوی روغن گرفته خب بینده های عزیز یالم پیاز ما بند روغن به هی سرخ شده آل نوبت روغنه که در سر برینج چیو کنم. اینا رو پیازایش رو میکشن دیگه. اینا هم برینجا دم میدیم برینجا سر گاز میدیم گاز وقت روغو سرخم دید گل شده حالی هم دوباره گاز دام میکنم. خب برینده های عزیز دیگه برینجا از موم مینه روی دا پختشتن است و آلیم برینج کل ماتاش را انداختم اما روغن و نمک آلیم منتظر میشنیم تا برینج از ما خوب دم بگیره تا آمده خوردن شد. خب بینده های عزیز برینج از ما یان پلاو که دم کنیم به خیام آماده شده و دیگه من دیور شده آلیم طرف مغاره رییم دیگه شما متاخر برنامه بینیده بشیم.
خب بیننده های عزیز شما را خوش آمدید میگم در ادامه برنامه مهمان ما در خانه شما که امروز هم در خانه از کاکا جان آمدیم که کاکا جان هم است و خانم شم است که ام چاشتی کاکا و قد خانم خو مهمان سه برادر ما از شهر اتریش است که سه برادر ما در یک کاری را یک فعالیت را نو آغاز کرده خداوند کار بار از یا رونق بده و خداوند از هم زیادتر بده که امروز هم دومین روزی برنامه مهمان ما در خانه شما است که برادرای ما 8 روز 8 فامیل مهمان خود میکنه امروز هم روزی دوم چی است حالی هم کاکا جان در کنار از ما است قد کاکا جان گپ زده را شروع میکنیم و کاکا جان چی کاکا جان هم گفتنی هایی داره سلام کاکا جان خوبی؟ علیکم خوش شکر کاکا جان چطور هستی قد روزگار چطورین؟ قد روزگار خوبیم دیگه قد روزگار خوبیم اینه دنیای دیگه یک روز رقمه تلخ یک روز رقمه شیرین آره تر میشه آدم دیگه رد میشه گوی ایرانی هم بگیم یک کمه گوی آره کاکا جان هر چیز که هر رقم که خود راحتی در گب زده هم رقم بگیم اما ایران هم خیلی دیر مندم نه زمان داود رفت وازم آنیم کسی که چیز کده سرفراز باشه خدایا رو فیروز کنه عمرش دراز که در این مستضعف ها فقیر ها که یک نظر لطفی میکنه تای نظر شسته خدایا رو سرفراز باشه دستش به زیره برسه الهی آمین امیده یعنی چیزا خب ما یک دعا میکنیم دعا از اون دعای قویه خب دعا بسم الله الرحمن الرحیم الهی به حق یاسین به حق قرآن الکریم به حق قرآن العظیم به حق طه یا شیخ کریم یا شیخ مفرجان عدل علی ظهور خدایا شما امینجی که آمده دهیم کپی فقیری ما خدای کسی که با ما کمک شده این غذاها را آورده از بلای هوایی و زمینی و از این مرض کرونا حفظ بگردنه از این مملکت ما این مرض با آبروی پیغمبر انبیا ای گم شد و زودی زودی هیچ مریض در افغانستان این مریضی نباشه بخیر خدا و پروردگار گم کنه اللهم صلی علی محمد خواه تشکر از شما لطف شما زیاد میرم زیاد تشکر نوش جان شما غذا خب بیننده های عزیز من از این سبرار خود تشکری میکنم که ام چاشت ای کاکا جان قد فامیل چی مهمان خود کردید خب دوست عزیزی هم بود برنامه امروزی از ما که من در خانه کاکا آمدم کاکا رو مهمان سه برادر خود کردم که یک جای نان نوشی جان کردیم بیننده های عزیز اگر شما میخواهید که هم امی رقم یک چاشت یک فامیل یک فامیل مغارنشین یک فامیل فقیر مهمان خود کنید شما میتونید که دمو شماره که روی صفحه تلویزیونی HW میه شما دمو شماره به تماس شوید نظریات خود را شریک بسازید و امیر رقم یک چشت یک فامیل مغارنشین یا یک فامیل فقیر مهمان خود کنید تا برنامه دیگه که باز هم ما با یکی از مهمانای مغارنشین در خدمت از شما قرار میگیرم یک یکی از شما را در الله پاک و بنیاز میسپارم بقیه وقتی از شما خوش خداوند یار و نگهدار شما آمین.